درود بر همه دوستان و هماندیشان امروز یه چند نکته است که گرچه به نظر پراکنده میاد ولی از اونجایی که برمیگرده به به هم آمیختن برخی از مفاهیم و یا برخی از واجه ها که انقدر تکرار شده در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما که به نوعی اشتباهی جا افتاده است و میخوام بریم سراغش و بکوشیم که این اشتباهات رو مرتکب نشیم بعضیاش اشتباه در بکار بردن واژه است و برخیش اشتباه در دریافت فرایافت یا مفاهیم واژه است خب از این موارد زیاده ولی میکوشم چهار پنج تاش امروز با شما در میون بگذارم یکی از مسائلی که خیلی سال هاست سال هاست گفته میشه و خیلی با دقتی هم گفته میشه واژه دیکتاتوره و دیکتاتوری دیکتاتور در فرهنگ سیاسی امروز ما به اشتباه به جای خودکامه به کار میره خودکامه یا مستبد یا تایرن در انگلیسی خب آدم های مستبد آدم های خودکامه همچنان که از نام فارسیش معلومه کسی است که برای کام خودش تصمیم میگیره کسی که مثلا مثل فتلیشا میاد چند صد زن رو میبره در حرمسرای خودش عملا برای سالها زنده به گور میکنه بدون اینکه این, این زنایش هیچ فایده داشته باشه بودنشون اونجا این میشه باید یادم خودکامه سلطان مسعود قزنوی که یک روز عاشق عیاز میشه و باش دل میبازه و فردا دستون میده که بکشنش و پس فرداش از این که یکی خبر مرگ اونو بهش داده باز دوباره به سرش میزنه و دستور کشتن دور و ها رو میده این آدم کاملا خودکامه است و افسار گسیخته است این همون آدمی است که ما میگیم خودکامی یا مستبد یا تایرن در انگلیسی دیکتاتور مفهوم دیگه است دیکتاتور اصولا یک عنوانی بوده که در سنای روم در زمانهای بحرانی سنا می سیستم دموکراتیک رو البته دموکراتیک میان اشراف رو چون میدونید روم به یک اولیگارشی بوده یک دموکراسی در میان اشراف بوده نه میان همه مردم سنای روم می آمده اختیارات سنا رو برای مدت مشخصی یه سال دو سال هرچی میداده به یک سرداری به یک سپهبدی به خاطر شرطی ویژه امپراتوری روم و به اون میگفته تو شما برای یه سال یا دو سال میتونی دیکتاتور باشی یعنی بدون درخواست تایید از سوی سنا هر کاری که صلاح میدونی واسه کشور واسه امپراتوری انجام بده بعد از اون مدت هم دوباره اختیارات برمیگشت به سنا اینو گفتن دیکتاتور برای من این دیکتاتور با خودکامه بسیار فاصله داره دیکتاتور دیکتیت میکنه دستور میده فرمان میده و الزاما دیکتاتور باعث تباهی نمیشه ما مثلا در اسپانیا تو سده 20 ژنرال فرانکو رو داشتیم که دیکتاتور بود اسپانیا رو نجات داد از تجزیه بسیار آشکار از کمونیسم کسانی که میخواستن اسپانیا ببرن پشت دیوارهای آهنین مانند شوروی و کشورهای خاوری اروپا و او نگذاشت از تجزیه کشور جلوگیری کرد کاتالان ها و باسکی ها رو سر جای خودشون نشون و پس از چند دهه کشور رو دوباره پادشاهی کرد او با دیکتاتوری حکومت که ولی خودکامه نبود نه برای خودش حرامسرها باز کرد نه به خاطر میل خودش تصمیمی گرفت نه رفت برای خودش پوزت و کاخ درست کنه نه پستای حکومتی رو داد به پسر و خواهرزاده و داماد و با جناقش بنابراین او یه دیکتاتور بود ولی خودکامه نبود رضا شاه تو بخشهایی از زندگی سیاسیش قطعا با دیکتاتوری حکومت کرده ولی خودکامه نبود آنچه که کرد برای کشور بود اتفاقا به موقعش هم وقتی صلاح میدونست نظر دیگران رو میخواست ولی او بود که تصمیم میگیره و تصمیم تصمیم او بود بنابراین رعایت بکنیم و واژه دیکتاتور رو به جای خودش به کار ببریم و خودکامه یا مستبد رو که یک معنی دارن در جای دیگهش مستبد واژه عربی است خود کامه واژه فارسی و همچنان که گفتم تایران واژه انگلیسیش در که در انگلیسی به همون دیکتاتور دیکتاتور میگن